درود فراوان و مهر بسیار به شما مهربان یاران. بسیار شادمانم که امروز در خدمت شما مهربان یاران هستیم به خوشنودی اهورامزدا، و با مهر او ما میخواییم امروز دست لیلی رو بذاریم دست مجنون. مجنون البته اسمش اسماعیله، سرقشنگیست اسماعیل، و میدونید که این کاری که ما انجام میدیم مهربان یاران غیر سیاسی و غیر دینیست، یک شیوه و سنت دینی و کهن آریایی اوستاییست، انسانیست، هیچ مسئله دینی درش نیست. یعنی شما از هر دین آیینی که هستید میتونید از این سیستم، از این شیوه برای پیوند زناشوی فرزندانتون بهره ببرید. یهودی، مسلمان، مسیحی، زرتشتی، بودایی، بهایی، دین هر چه دارید مشکل نیست، چون آیین اوستا آیین دستور زندگی است. دستور زندگی است، دین نیست. نیکیست در پندار و گفتار و کردار، مهربانی و صلح جان. بچه داره سر صدا میکنه، آوردنش هم همین جلو هم نشوندنش بچه رو. میدونی من ابتدا دو سه تا بچه های کوچولوی ناز بودن و هر کدومشون یک کادو دادم و ازشون خواهش کردم که آرام باشن فقط چند دقیقه. بعد این خانم و آقای مهربان، البته آقای مهربان، خانم ها که دیگه تشریف آوردن، اومدن یه ذره رو همین جلو به بچه خردسال نشستن. برای بچه اگه روشو به من بکنید من فکر میکنم که بتونم با چشمان باش صحبت کنم تا دوام بیاری با ما. سپاسگزار مهرتون هستم عزیزان من. میدونید که خیلی ممنون، سپاسگزارتون هم میدونم. من هم هدیه دارم برای اوستا. و چی خیال کردیم؟ خیال کنید سیاوش اوستا نیز آقای مهمان یاران برسونم. همیشه برای اوستا دارم هرگاه من بینم امریکا، کانادا، کشور دیگه بپایی هدیه ناقابل برشون کنم. اوستا ما هدیه دارم، عروس داماد که دارن هیچ، مادر عروس، مادر داماد، پدر مادرشون، عروس داماد هدیه دارن از طرف سیاوش اوستا. سمبولیک هست که به یادگار اینها بمونه. مهمان یاران این همه زحمت کشیدن، تراش کردن و بچه های به این خوبی رو به ما ارمغان دادن، خیلی طبیعیست که ما نیز که در خدمت هستیم یک هدیه خدمتشون بدیم. مهمان یاران سپاس گذارتون هستم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. مهمان یارم اگر پدر و مادر عروس و داماد پروانه میدن، پروانه دارم، سپاس گذارم. اسماعیل و لیلا، یه نازنین لیلا، سپاس گذارم. پروانه رو از پدر و مادر عروس میگیریم، اما این پروانه آنگاه گرفته شده است که عروس داماد هم دیگر انتخاب کردن و رفتن به پدر و مادر گفتن، اینا هم قبول کردن. این باید قبول کنن گزینش فرزندان رو، پدر و مادر باشید قبول کن. این شیوه اوستایی است، فکر نکنید نو مدرنه، از 7000 سال پیش بچه ها برای زندگیشون تصمیم میگرفتن و پدر و مادر اطاعت میکردن و میپذیرفتن. ولی ما به عنوان ارجنهادن و پدر مادر نخست از اونها اجازه بدیم. پس ما پروانه از مهمان یاران و به خوشنودی اهورامزدا به نام خداوند مهر و دوستی، نیکی و پاکی و همبستگی و پیوند، امروز روز شکوهمند و پرشوری است، زیرا دادار مهر و همبستگی و پیوند دلهای دو دلداده نازنین و پاک روان رو آزاده را به یکدیگر نزدیک می‌کند و به هم پیوند می‌دهد. در این روز نگاهی در نگاهی می‌آمیزد و دلی سرشار از شور مهر برای دلی دیگر می‌تپد. دست مهرآمیزی آماده فشردن دست پرمهر دیگری می‌شود و بوی خوش و دلنواز دوستی و یگانگی و همدلی در همه جا پخش می شود و ترانه شادی و خرمی
وطنی می افکند و یارانی چون شما مهربان یاران که سر تا سر جهان تشفردید اینجا و به این شادی جلوه و جلا و شکوه ویژه‌ای دادید و یارانی دست افشان و پاکوبان می شود تا منش آریایی و مهر اهورامی را پاس بدارند و کوروشوار انسان دوستی و مهر را در نسل‌های پسین خیش روان کنند. بدین گونه نخستین سنگ استوار و پیوند مهر و عشق و شاده کانون گرم و شورانگیز برپا می‌گردد. پس درود به مهر، مهر تابنده و پرفرو که از پرتو درخشانش جانها آرامش می‌گیرد و روانها شاد می‌شوند. درود به دوست داشتن که سرچشمه همه زیبایی‌های جهان است. درود به زناشویی که کانون مهر و پیوند است و درود به آغوش گرم خانواده که زن و مرد آرامش و آسایش و بارای خیش را در آن می‌یابند. فرزندان برومند در آن زاده می‌شوند و با پرورش در دامان آن گذشته را و آینده پیوند می‌دهند و هستی را شکوه و جان می‌بخشند. امروز مهرشیر دوم شهریور ماه سال 7077 آریایی میترایی، دوشیزه لیلی پزشک، فرزند علی و ثریا، هنگام و جایگاه زایش تبریز شهر دلیران بزرگان و در اول شهریور ماه 7055 آریایی میترایی. به نشانی لیلی کجاست؟ نشانه لیلی کجاست؟ خونه لیلی کجاست؟ دل اسماعیل، دل اسماعیل و کدبان آقای اسماعیل نوراللهی، فرزند علی اکبر و فاطمه، هنگام به جایگاه زایش اول ژانویه سال 7057 آریایی میترایی در اصفهان. سپاه خونش کجاست؟ خونه مهمانیار اسماعیل کجاست؟ دل لیلی، دل لیلی مهمانیاران عزیز. سر بر آستان مهر یک دیگر می سایند و با دلی پاک و روشن و با آگاهی و شناخت از هم و دانش به این که زندگی جایگاه جنگ و نبردی است که فراز و نشیب و پستی و بلندی و شادی و اندوه و دارایی و نداری و خشم و خنده پیش میاد بین زن و شوهر، با هم بخندن یه روز خوشن، یه روز دعواشون بشه پیش. اینا همه مواردیست حساب شده. خشم و خنده فراوان دارد زندگی. این دوتا تا پایان را پرمهر چون روزهای نخست زندگی همبسته و استوار خواهند بود و در برابر این سه گواه پیمان خیش را بندشون جاودان میکنند. خانم آرزو ماندگار گواه نخست، امید خسته، امید جان چرا خسته ای؟ گواه دوم و شهریار شادان گواه سوم. میدونید مهمانیاران ما همیشه سه تا گواه میگیریم، یکی از عروس، یکی داماد و سومی را عروس داماد با میخوانیم. این دو پیمان زیبا و شکوهمند زناشویی میبندند و میپذیرند که برای هم همسری مهرورز، همدل، یاری بخش و همبسته باشند و در اندوه و شادی، دارایی و نداری، تندرستی و بیماری و شکست، پیروزی، ناکامی، کامیابی، یار و یاور و همراه و همزبان و هم آوا باشند. همه اینا پیش میاد.
مثل روز اولش که اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی پروردگار بزرگ پروردگار مهر و دوستی که هماره نگاهبان پیمان هاست پاسدار و نگهبان این پیوند زیبای زناشوی شما باشد که پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد خرد پیش منید از راه او برفتن تا دیر در بند شد از این سه بجو راه جنات عدن رهی که از عدن خدا بند شد مهربان یارم این فرم ها در چهار نسخه است که به عروس داماد پیشکش میشه چهار نسخه است دو تا مال عروس داماده یکی مال خانواده عروس یکی مال خانواده داماد چرا دو تا خود عروس داماد به خاطر اینکه اینا یکی رو نگهداری میکنن در گاف صندوقشون و دیگری رو قاب میگیرن توی خونهشون قاب میگیرن میذارن و این سخنان و این پیمان و این پیغام و این قرار و مدار برای همیشه هر بامداد و هر شامگاه در برابر چشمان زیباشون باشه تا بدونم زندگی زیباست و در هر شرایطی بایستی زیبا زندگی کرد و مهربان بود از همین شاد صد جان اومدید در این جشن شرکت کردید سپاسگزارم و روز شب خوشی برات راضی میکنم من برای شام نمیتونم بمونم شروع وقتانه چون هر جا میرم من تو کشورهای دیگه که میرم برای شام وای نمیستم چون 6 7 ساعت طول میکشه سیاوش عروستان که میدید من اینقدر کار میکنم که روزی 4 5 ساعت بیشتر نمیخوام ولی شام بسیار خوب و خوشمزه رو میل خواهید کرد و بعدش هم بیاتون برای دست افشان رو پای بسیار سپاسگزارم.